بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید تو این برنامهمون به دو سه تا موضوع میخوام بپردازم سخنرانی زن بد حجاب روی منبر توی مسجد و افاظات و مزخرفاتی که داره به خورد مردم میده که الان میخوایم با هم ببینیم از اون مهمتر آتیش زدن نمادهای عزاداری که تو اصفهان داره رخ میده اصفهانی که یکی از شهرهای مذهبی و عالم پرور ما هست تو محرم 1402 یه سری تحرکاتی داره انجام میشه مبنی بر مقابله با اسلام اگه یادتون باشه تو فتنه محسا امینی زن زندگی آزادی رو که مطرح کردم من گفتم آقا اینها هدفشون زدن اسلامه بعد از حدود ده ماه داره خودش رو نشون میده بعد این کلیپ ها رو که دیدیم میخوایم بریم آمریکا یه سر بزنیم آمریکا ببینیم اونجا چه خبره اول این کلیپ رو با هم ببینیم ببینیم چه خبر بوده اونجا تو اصفهان و میگم چرا تو اصفهان دارین اتفاقات رقم میخوره حالا رغم هشدارهایی که بارها و بارها تو برنامه دادم و بهش اشاره کردم تو اصفهانی این اتفاقات میفته که گفتم عالم پروره علامه مجلسی الان علام کجا دفنن تو اصفهان شاهین شهر برخی شهرهای این استان بهاییت خیلی داره کار میکنه مثل شیراز که داره کار میکنه این نتیجه مماشات آقایون مسئول هست وقتی تو اختشاشات میان هر کاری دلشون میخواد میکنن شما آزاد میکنی به قید وسیق و اینا اف عمومی بهشون میدی خروجیش میشه این اما میخوایم بریم کلیپ این خانم که روی منبر سخنرانی کرده یک خانم برتجاب رو ببینیم قبلش یه سوال ازتون میپرسم قبل از اینکه این رو ببینید تو کامنت ها برای من بنویسید آیا شما هم مثل من معتقدید که زن زندگی آزادی یه شعار پوچ توخالی و فریبنده بود که زن بردگی و هرزگی رو از دلش میخواستن بکشن بیرون چون اگه یادتون باشه بحث های پیرامون اینکه که خانوم ها موتور سوارشن دو شرقه سوارشن ورود به استادیوم داشته باشن آخه چه الزامی و چه منطقی پشت این هست که خانم ها برن تو استادیومی که مربوط به مردان هست به اسم حقوق زنان ورزش اونها رو تماشا کنن اونم با اون سر و و با اون وضعیت غیر که تو استادیوم ها معمولا رخ میده دیگه فهاشی میکنن بالاخره حرفهای عجیب غریب میزنن اگه بناس خانم ها برن استادیوم آقایون فردا آقایون هم ادام ما میکنیم استادیوم خانم ها ببین دشمن چه میاد جلو بریم اول این کلیپ رو ببینیم توضیحاتی دارم که در ادامه این کلیپ خدمتتون عرض میکنم کردی های کور زندگی باز نشده اگه هر دعایی، ذکری، ای یا کدی انجام دادی ولی متاسفانه این گره دیگه باز نمیشه بیا از اسماع الهی استفاده کن به این صورت که میای ابجد اسم خداوند را پیدا میکنی آرسال ما یه برنامه داشتیم در تو با این آرزو فروش ها، یا فروش ها گفتیم که یه عده پیدا شدن آرزو فروشی میکنن میگن آقا اگر میخوای وضعت خوب بشه زندگیت خوب بشه قانون جذب و راز و چی و چی و حاله انرژی و از این مزخرفات سرهم میکنن میگن هر چی از کائنات میخوای بگو بهت بده یه برنامه ساختیم اونجا گفتم که بعضی از اینها اتفاقا از طریق مذهب وارد میشن الان اونجا دارید میبینید به اسم مذهب داره وارد میشه اگر مذهب در تو اثر داشت چرا سر این شکلی بود بعد چیکار میکنن با شما با احساسات، عقیدت و عواطفت بازی میکنن، یک هیجان مصنوعی و کاذب به شما القا میکنن که از شما پول بگیرن، پکیج فروشن. میگه بیا از من پکیج بخر، در 333 روز مثلا 7 میلیارد گیرت میاد. اگر این ذکر رو در 55 جهت متفاوت روزانه 55 بار به مدت 55 روز تکرار کنی، 55 میلیارد تومان پول میاد تو حساب این مزخرفات رو دارن به شما میگن بعد به اسم کائنات و فلان و اینا که من گفتم پشت پرده این مسائل کمرنگ کردن اسلام اعتقاد و خداست اصلا توحید رو نشانه گرفته یگانه پرستی رو نشانه گرفته میگه تو از کائنات هر چی میخوای بگو بهت بد بده میگم خب چرا میگی کائنات چرا نمیگی خدا میگه همون دیگه فرقی نداره میگیم اگر فرق نداره پس چرا همونو نمیگی همونو بگو دیگه اینا آرزو فروشن میرن دو تا ماشین کرایه میکنن دو تا مثلا دفتری جایی باقی ویلای اجاره میکنن دو تا عکس و فیلم میگیرن میذارن استوری میکنن تو کانالاشون اینور اونور به شما میگن ببین این رای که ما رفتیم تهش این ثروت کلانه شما هم میتونی بیای اینجوری ثروتمند بشی مونتا شرطش اینه بیای از ما پکیج مثلا 4 5 میلیونی 10 میلیونی بخری خب اگر کسی راز ثروتمند شدن در 100 روز 200 روز 300 روز رو بلد باشه نمیاد به 5 میلیون شما بفروشه مردم ما هم مقصرن این چی میگم مردم ما راحت طلب شدن میخوان ساله رو یه شبه برن فکر میکنه مثلا اونی که شاسی بلند سوار شده کارخونه داره ماشین داره خونه آنچنانی داره کسب و کارشو داره درآمد آنچنانی هم داره این یه شب اینجوری شده نه عزیزم 20 سال زحمت کشیده پدر پدر جدش در اومده. حالا اینجا رفتن یه مسجد خالی رو پیدا کردن میکروفون رو روشن کردن این خانم هم رفته بالا حالا شیطنت اومده سراغش یا جوگیر شده یا چه جوری شده رفته بالا سخنرانی میکنه از کد صحبت میکنه میگه اگر هر کاری کردید ذکر چله ای کدی گرفتید این کدا همین است مثلا در 55 روز هر روز 55 بار در 55 جهت مخالف فلان ذکر رو بگو از کجا در آوردی اینو اینا بدعت گذاری در دین ها آیونی که مسئول هستن آیون اطلاعاتی امنیتی مسئول وزیر وکیل هر کس که تو این جمهوری اسلامی مسئول هستی دود این کارها فردا تو چشم خودتونم میره زن و بچه خودتونم درگیر اینا میشن چون به اسم مذهبم دارم میان جلو وقتی جره اون سلبریتی رو نگرفتی که هر جفنگیات رو به خورده مردم میداد اینا میزنه بیرون این نتیجه مماشات شماست دودش تو چشم خودتونم خواهد رفت دیر و زود داره سوخت و سوز نداره چون شماها انقدر شل گرفتید از لولوی دو قطبی مردم رو ترسوندید مردم هم خفه خون گرفتن خودتونم هم فشل عمل کردید خروجی شده این که بره رومنبر رسول الله شرط و پرت به مردم تحویل بده مبانی بودا و کی و کی, و کی و بیاره به اسم اسلام بچپونه به مردم ازش هم پول در بیاره بریش شما هم بخنده شما هم کاری نکنی نتیجهش میشه همین یعنی صحبتاشو از اول گوش کنی میفهمی یا یه بار دیگه از اول گوش بدید. اگه هر کاری کردی گره های کور زندگیت باز نشده اگه هر دعایی ذکری کلی یا کدی کله انج... چله مگه علکیه این کد که داری میگی چیه این که همون قانون جذب و راز و فلان دوباره داری تکرار میکنید ببین تو منبر تو مسجد تو یه جای مذهبی اینو اصلا برای مذهبیات در رای کردن مردم و عوام که خودشون میان خدا رحمت کنه که از علمای نجف میگه شیطان رو دیدم که داره مثلا هر کسی رو باید تنابی میبره یکی تنابش زخیم تر بود یکی نازک بودی بود اینا میگه بهش گفتم تناب من کدومه گفت تو خودت میای نیاز به تناب نداری حالا مردم و عوام که خودشون میان فریب شما رو میخورن اما تو باید مذهبی ها رو هم فریب بدی راهش همینه بیاد تو مسجد حالا با این سر و همینم عادی سازی قبح زدایی قبح شکنیه همکم دیگه دارن تو مراکز مذهبی و اینا هم حضور پیدا میکنن و حاکمیت اگر اقدام نکنه من بارها گفتم مردم خودشون وارد عمل میشن کسایی که تو تحصم میان میرن من هر از گاهی دیدم باشون صحبت کردم یعنی آقا ما تا یه جایی دوام میاریم از یه جا به بعد اگر حاکمیت بخواد فشل عمل بکنه ما خودمون وارد میشیم کسی اجازه نمیده به ناموسش تعرض بشه کسی اجازه نمیده مفاهیم دینی اینجوری مورد تمسخر قرار بگیره به سخره گرفتن اینا رو شما شل بگیری این میاد میره بالا منبر برای مردم چرندیات خودش رو میگه بعد اینا فالوور هم میگیرن بعد اینا از همین طریق فالوور میگیرن تبلیغ میگیرن درآمد دارن پشت پرده به شما میخندن حالا تو این اتفاقات بریم ببینیم آمریکا چه خبره اینا بچه شیعه های ایران افغانستان و پاکستانن توی ایالت تگزاس آمریکا قبل از عزاداری دارن میان برن مثلا نماز بخونن بعد عزاداری کنن هیئت دارن بعد تو ایران تو که سابقه چند ده ساله شاید چند ست ساله داره این عزاداری نگاه میکنیم اونی جوانات رو میخوام بکشم به سمت و سوی دیگه با قب شکنی یه پیامی توی این شبکه های اجتماعی منتشر شده بود که آقا برید بعد هجابا برید گریه کنید خودتون رو به گریه بزنید تو مراسم حضور پیدا کنید با سر که مثلا مناسب نیست و اینها بذارید عادی سازی بشه اما اینجا رو نگاه کن اینجا مردم چه زن چه مردش با یک فرهنگ خاص با یک آداب خاص رعایت میکنن اهل مراعاتن چون میدونه ازای ابو عبدالله است. کل عالم عزا داره امام حسینه غیر مسلمانش داره برای امام حسین عزاداری میکنه بعد بچه مسلمان بیاد با این وضع بیاد نه اینا رعایت میکنن بعد تو ایران که مهد شیعه است رعایت نمیشه میره پرچم و نمیدونم کتل و فلان و آتیش میزنه چرا چون دشمن تو داره فعالیت میکنه این رو به اسم بچه شیعه بزنه بگه مردم منزجر شدن از دین نه مردم از این سیاست هایی که روز به روز سفرشون رو داره کوچیک‌تر میکنه منزجر شدن هرچند این دولت داره کار میکنه ها گندی که دولت قبلی زده حالا حالا جمع شدنی نیست این دولت داره کار میکنه بعد ولی چون اون گنده خیلی اساسی بوده طول میکشه و تا مردم این رو تو زندگیشون نبینن یه بهانه برای اده هست اتفاقا از الان برای اختشاشات جدید دارن رو حوزه اقتصادی کار میکنن آقا مرغ شده اینقدر گوش شده اینقدر اون شده اونقدر دولت هم که یه جایی واقعا داره بد عمل میکنه از اون طرف هم یه عده میخوان دوباره بیان تو سیاست های ارزی خلل ایجاد کنن خود همین دوباره یه تورم یه بار اضافی رو یه فشاری رو به مردم بیاره شرایط که فعلا دولت داره کارهای دیگه انجام میده بنابراین باید خیلی حواسمون باشه خیلی باید مراقب باشیم این روزها دشمن تمام توانش رو گذاشته دین رو بزنه مذهب رو بزنه اونها از جمهوری اسلامی میترسن به خاطر اعتقادش به خاطر اینکه حاکمیت شیعه در این کشور داره حکومت میکنه بنابراین همه رو میخوام بزنن هر کس با صورتی بازی با ولنگاری با فشل بودن با بیخیالی با موضع غلط گرفتن کمک بکنه به این جریان خائن ملی خیانت کرده به کشور نه تنها به مذهب حتی به کشور چون اگر شیعه در این کشور نباشه جمهوری اسلامی نباشه فاتحه ای ایران رو بخونید خود اپوزیسیون این رو میدونن اما اونها دارن به حاکمیت فشار میارن که یه امتیاز بگیرن چون بعضی از اینها حسرت به ایران برگشتن به دلشون مونده زندگی بدی رو دارن تو خارج از کشور تجربه میکنن بنابراین میخوان یه جوری حاکمیت رو مجبور کنن کنار بیاد یه سری مثلا مسائل اتفاق بیفته که اونها هم بتونن برگردن در صورت که این راهش نیست حاکمیت اعلام کرد آقا جانی که نیستی قاتل که نیستی که اگه میخوای برگردی کشور زندگی کنی سرخورده شدید وضعیتون میدونن مال و منال و زندگی و همه چی رو اینجا فروختی رفتی کانادا رفتی آمریکا رفتی اروپا که مثلا یه زندگی خوب و مرفع بسازی رفتی اونجا و او صدای دول از دور خوشه است او کباب بهت خورده بود اما رفتی دیدی که دارن خرداغ میکنن الان نه راه پس داری نه راه پیش داری برای همین به جمهوری اسلامی دارن حمله میکنن یه عده زیادی از این اپوزیسیون خدا رو گواه میگیرم دقیقا زندگیشون همین چیزی که بهتون گفتم با کسایی که خارج از کشور هستن صحبت بکنید خیلی از اینها به امید یک زندگی بهتر رفتن اون ور دیدن نه خبری نیست قبلا مثال زدم دیگه دلار کانادا رو مثال زدم دو هزار خورده ای بود یارو اینجا ملک و املاکش رو اجاره داده بود مثلا ما ده میلیون 20 میلیون سی میلیون هر چی اجاره مجاره می گرفت همون رو تبدیل به دلار می کرت. مثلا 15 هزار دلار کانادا داشت اونجا زندگیش میچرخید الان همون دلار شده سی هزار تومان این اگر سی میلیون تومان اجاره میگیره هزار دلار تو بگو اصلا دو برابر شده درآمدش در ایران دو هزار دلار میگیره این فقط اجاره خونهشه از کجا بیاره بخوره بقیه مخارج زندگیش چی میشه پس این بهش فشار میاره قطعا وقتی فشاری شد به جمهوری اسلامی حمله میکنه کمک میکنه به منافقین کمک میکنه به معاندین کمک میکنه به اونهایی که در کشور میخوان مسائل فرهنگی رو زیرپوستی یعنی یه استحاله فرهنگی عجیب غریب تو ایران رقم بزنن از اونم بخندن امیدوارم مسئولین کسایی که در مسند هستن حواسشون باشه دیگه این فشل بودن و اهمال و ساده رو بذارن کنار از هیچ کس نترسن مردم پشت شما هستن مردم برای اعتقادشون که از جمهوری اسلامی دارن حمایت میکنن اگر بنا باشه رنگ و بوی اسلام از این کشور بره مردم قطعا از شما حمایت نخواهند کرد اگر رأی میخواهید اگر پشتوانه مردم میخواهید قطعا باید اسلام توی مملکت پیاده بشه اگر نشه خیلی از همین مردم که به شما رأی دادن رأی هم بهتون نمیدن امیدوارم که این برنامه براتون مفید فایده بوده باشه با لایک ویدیو کمک میکنید یوتیوب رو به افراد بیشتری به نمایش بگذارید تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون